دایر بعض وقتا یه جملات شازی هم از شما پخش میشه یه کم شاید عجب غریب باشه دیگه حالا این بحثا رو بذاریم کنار مثلا شما در مورد شماره پروازا بحثایی میکنید خب شما پروزای... شماره پروازا رو مثلا رو هاش… عددهاش... آه شما پروازا چیز میکنم 11 سپتامبر آره قدیم یا مثلا در مورد شلوار جین بحثی داریم در مورد اینکه ترسالی شروع شده خوشسالی اصلا نیست که خب در تضاد با خیلی از بحثایی که ما داریم میشنویم شما هر کدوم رو دوست دارید من توضیح بدم مثلا چلوار جین ماجراش چی بود کتاب داریم در مورد فرماسونری. یکیشو ابراهیم الفت نوشته فراماسونری چیست که کتاب نایابه دو براد رو بودم که اصلا کتاب خارجیه سفن نایت نوشته ترجمه شده اینجا این کتاب خیلی کمیابه نکته جالبی داره میگه که آقا یکی از فرضیات در مورد که اینا هایی بودن که تو 300 400 سال پیش تو اروپا آروم آروم برای اینکه خودشون میتونن اطلاعاتشون حفظ بکنن با همین یه هایی داشتن و آروم آروم به قدرت رسیدن و اینا سنف معمارا بودن که خیلی درست نیستا یا همین ها کل دنیا رو گرفتن یعنی فری میسنز میسن یعنی معمار دیگه معماران آزاد خب حالا اگه نگم شاید برای مخاطب شما کامل نشیده باشه برای اون صحبت فرماسا من گوش کنن خب این بخش هم بدم ببین اینا میگفتن که ما مثلا برای یه سری از دوک ها برای یه سری از ثروتمندا مجبوریم قلعه بسازیم بعد این قلعه ها رو برایش یه راه فرار خاص میذاشتیم یا یه جایی برای گنجشون درست میکردیم اینا بعدش میزدن خود معمارا رو میکشتن تو خب تو که میدونی اون کجاست میره میگی به بقیه برای همین اینو گفتن آقا اگه منو بکشی فایده نداره شما من به رفیقم گفتم ما یه جایی داریم اونجا میریم با هم مطرح میکنیم میگن این شده که اینا قدرت گرفتن حالا که خیلی درست نیستم من نظر دیگه دارم که اون نظر به نظر من ارجح میگذاره یه سنف زغال سنگی های ایتالیا بودن به اینا میگفتن شاربونری از کربن میاد یه کاربونری خب اینا کارشون چی بود کار زغال سنگ اینا بر شد یه سنف زد فراماسون بودن خدمت شما عرض بکنم که یه گروه مخفی بودن اینا برای اینکه تو معادن زلقال کار میکردن باید شلوار زخیم پاشون میکردن که پاره نشه اه. این شلوار که من شما مامونه، دو روزه فاتش باید. خونده ساره یه چیزی مثل همین شلوار جین این شلوار جین از ج... لفظش از جنوای ایتالیا گرفته شده از شهر جنوا خب میگنه یکی از وجود تصمیم رو میگن این ام. بعد اینا هم چه رنگ استفاده میکردن؟ زغال سنگی هنوز هم هست باز این شلوار لیایی باید. که آره زغال آره تیر است استفاده میکنن رهبر اینها میگه حیف نیست حالا یه اسطوره این چیزا دارن ماسونا دارن اسم بلوجین که عموما اگه دقت بکنید زن قرمز مرد آبی همیشه نشون میده مثلا تو این مثلث شش یکی آبی میکشن یکیشو قرمز میکشن قرمز آبی نماد تعادل یین یانگ به قولی بخواید باشه تعادل باشه بعد یه اسطوره شون بلو جینه. که مرد هیولای آبیه یه دونه ببلنه که زن قرمزه هم به هر کدوم میگن رو سرچ کنن یعنی گوگل کنن، مثلا بلو جین جنابی این جین از اه, کلمه سوریانیه ابری آرامیه عربی هم هست اونورم اونام هم دارن مم. از اونجا رفته بعد خدمت شما عرض بکنم که این گفت حیف نیست اسم این شلوار جین باشه از با عنوان جنوا اصلا ربطی به نه. و آبی نباشه که اون اسطورمون باشه حالا یه مخالفتای هم باشه گفتن خب این آب کثیف میشه گفت بابا پس اون آرمان های ما چی میشه فلان ببینید این ماجرا این اصل ماجراست به چی تبدیل شده بعد کی این کار انجام ده؟ آیه ابراهیم نبوی هست که تنس پردازه ایشون یه پستی تو اینستاگرام نوشت تنس همون سال ها نشد. بالای ده ساله خب ایشون نمیشه یه سایت همین مهدی که... هاشمی که مهدی هاشمی معروفه بله فرزند آیه هاشمی رفسنجانی یه سایت داشت به اسم آینده نیوز سر انتقاداتی که ما به ابوی ایشون می‌کردیم به بابای که وای هاشمی نقد می‌کردم چه به احمد نژاد نقد کردیم به هر کسی دیگه نا... یک کینه داشت دیگه اینا برداشتن مطلب ابراهیم رو پر و بال دادن چرت و پرت رسما نوشته خب بنده هم البته اینا بگم اون سایت منتسب به آیه مهدی هاشمی بود میگفتن اون چهره پشت پرده پولاشو میدین بنده هم تماس گرفتم باشون گفتم ازتون شکایت می‌کنم ما این حرفا رو نزدیم داری دروغ میگید ام. گفتن پاسختون رو بفرستید من پاسخ هم فرستادم طبق قانون بعد تو همون اندازه تو همون فونت بیارن خواسته بودن تحقیر کنن منو فونت کوچیک کرده بودن یعنی دیگه اندازه تا جایی که تونسته بودن به قول مرز خودشون ریخته بودن جالبه وقتی من جواب اونو دادم و مردم خوندن یه مطلبی تو خود یعنی کش گوگل شاید مونده باشه، آینده نیوز جمع شده خب به عنوان گاف آینده نیوز مطلب منتشر شد این شد مبنایی که این همه حرف سازن خب من انداق انگیش... همون بریدن هایی واقعا که اینه امه. واقعا اینه بعد میگم آقا این کفشه چی مثل سوم جن تو پاتو میکنید خب میگه نه گفتی هر کی کفشه میگم باشه سم جن نه سم خر باشه آ چرا باید آدمیزاد یه چیزی شبیه سم پاچ کنه چرا خودی داره تشبیه میکنه به حیوان خب باشه جن نه باشه باشه شما لطف می‌فرمایید سم الاغ سم اسب سم چیه آدم که سم نداره که خب ببینید چجوری اینو پخش میکنن اینو شیطنت واقعا